بله باید در این بخش من کلیپی پخش بکنم یا شما در آغاز سخنی دارید؟ بفرمایید. بله حالا ما یک برنامه ای رو من دیده بودم که که در من باره پروژه سیمرغ و سفری که آقای رئیس جمهور محترم رئیسی داشتن یه صحبت هایی شد که خب برای نخستین بار این صحبت ها داره انجام میشه. ابتدا شما پس از شماره 4 من پیوند یک کلیپ رو فرستادم. اون کلیپ رو شما بعد از 1 دقیقه یک سری ویدیوهایی از توانمندی ها و شیوه طراحی پرنده سیمرغ هست، شما اون رو بذارید از 1 دقیقه به بعد. یک لحظه ببخشید. شما یک کلیپ اینجا، کلیپ 30 دقیقه هست که بله این 30 دقیقه رو میفرمایید؟ بله 1 دقیقه به بعدش بذارین. و جایی که دقیقه دوباره میخوام با تیمسار خواجه فرد گفتگو رو آغاز بکنن شما ادامه بدید. 3 دقیقه فکر کنم باشه، از دقیقه رسانیه یک، به بعد 1 دقیقه به بعد شما من بذارید. یک گذاشتم الان. اینجا منظورتونه؟ بله بله یه خود از قبل شروع شده، زیاد مهم نیست، ترایار داره نشون میده. چیزی که در زمان این که این هواپیما رو نمایی شد تو رسانه ما خوندیم این بودش که این پروژه، خب قبلا اینا نگفتن، تازه بیرون اومده و آقای خواجه فرد هم روش سهه میذارن، قرار بوده که انواع اقسام این پروژه رو از مسافربریش تا ترابری و آمبولانس و اینا فناوریش با همکاری با آنتونوف اوکراین باشه. به خاطر این بهش میگفتیم ایران 140 قرار بود پروژه بعدی، ولی مثل این که آمریکایی‌ها فشار میارن به اوکراینیا و اوکراینیا پروژه رو کنار میذارن و ایران خودش به تنهایی، این علت سقوط هایی هم که بوده عدم همکاری اوکراینی ها بوده با ما، و ایران خودش به تنهایی شروع میکنه روی این پروژه ترابریش رو انجام دادن. حالا ماکت هاش هست، میبینیم چقدر توافق طراحی در ظاهر داره، حالا مشخصات فنی و ایناش هم بماند، این گونه ترابریش رو میبینیم که حالا کامل میشه چقدر توانمندی داره و تو این کلاس بدنه تو حوزه ترابری چه نظامی چه غیر نظامی برای هلال احمر یا نیروهای این چنینی چقدر نیاز کشور ما هست و چه کار بزرگی انجام شده. البته ایشون میگن که 10 سال به درازا کشید، 10 سال یا 12 سال، ولی خب میگفت که میتونسته 6 ساله انجام بشه، ولی چون ما بودجه محدودی داشتیم، توانایی های محدود و کارهای زیادی رو دوش ما هست، یه خورده به درازا کشیده. کذب من این کلیپ رو هم داخل خود کانال پیش از اینکه برنامه ما آغاز بشه به صورت حالا پخش مجدد راه اندازی به صلاح گذاشته بودیم، برخی از دوستان این رو دیدن، ولی خب شما دوباره این رو توضیح بدید، دوستان هم میتونن به کانال هم برن و این رو در بخش مستند ها ببینن. شیرین هست، حالا شما گفتید دیگه یک ویدیوی دیگه هم هستش که شما چند وقت پیش برتری به من نشون داده بودید که هواپیمای کوثر هستش که قبل از اینکه به صورت اندازه اصلیش بخواد تولید بشه به صورت پهپادی داشته، این در واقع جت یاسین هست و تو اینجا نشون داده میشه که پهپاد جت یاسین رو گرفته بودن، در اندازه 1/10 پرواز کرده بودن، مختصرش گرفته بودن تو 2 مدل، بعد اندازه واقعی رو ساختن و الان هم مدل در واقع تولید انبوهش رو در خط تولید دارن که آقای رئیسی دیدن. اینجا میبینید چقدر تعداد پالت بار میتونین سوار این در واقع آمبولانس هوایی بشه.
خودروی امداد یا آمبولانس صحرایی میتونه سوار این هواپیمای ترابری که به صورت آمبولانس هوایی هم هست میشه. توی ماکتش هم وجود داره که یک جیپ کائن که موشک‌انداز طوفان یا تاب آمریکایی روش نصب هست میتونه خیلی راحت سوار این هواپیمای ترابری نظامی بشه. اینجا یک در واقع پویانمایی تزئینی در واقع هستش که نشون میده بارها رو به صورت هوابرد میتونه توی منطقه مورد نیاز با چتر فرود بیاره و از منطقه دور بشه. به عنوان گشت دریایی میتونه خدمت بکنه و قابلیت‌های بسیار زیادی داره. البته این موجی هم یه خورده خوشمزه بازی دیگه قطع کنید دیگه این ویدیو. این موجی هم یه خوشمزه بازی هم در میره که به این هم خواهیم پرداخت. اما بریم وارد فرتورهایی که اونجا هست بشیم. من یک توضیح بدم. ببینید فرتورها رو بذاریم دیگه از این پس. بله میخواد شما فرتور شما یک رو بذارید. خب فرتور شماره یک و من یه تدازگذاری بکنم که شما این در واقع مستندات ها یک کلیپ های گفتگویی که بنده میگم رو توی کانالتون منت بر من میذارید و قرار میدید و لطف میکنید در آینده که مهرآیین پلاس رو میفته واسه یه چنین مسائلی اونجا هم مستندات هایی که من میگم و ضروری هست برای دوستانی که میخوان مستقل پژوهش بکنن و اطلاعات آگاهیشون یه خود بیشتر بشه، یه ذهنیتی داشته باشن در کنار بنده به برنامه های بنده کمترین، اونها رو هم به پیشنهاد بنده کمک میکنه به دوستان که بخوان دید بهتر و بازتری داشته باشن. دوستی پرسیده بود که آیا اینها مثل فانتوم و تامکت دو سرنشینه هستن؟ خب نه، تک سرنشینه هستن و اینجا ماکتی که از کوسر نمایش داده شده ببینید نمونه جنگنده آموزشی کوسر هستش که دو کابین هست، استاد عقب میشینه و خلبان نو آموز جلو میشینه تا بتونه پرواز در واقع آموزشی یا رزمی آموزشی داشته باشه. ماکت هم بسیار دقیق طراحی شده. پرتور بعدی رو نشون بدیم. من یه توضیح هم بدم توی یه چیزی که از پرسشه که مخاطبین گرامی نوشته بودن. خب مثلا الان اینجا کوسرهایی که در واقع دیوار هست نمونه رزمی تک سرنشینه هست و شما میبینید که میگم پرنده های نیروی هوایی کلن تک سرنشینه تقریبا میشن مجرد این که نمونه آموزشی همون جنگنده باشن. تو نیروی دریایی معمولا دو سرنشینه طراحی میشن. اگه میبینید که F-14 یا F-4 فانتوم دو سرنشینه هستن اینا از ابتدا در ایالات متحده کارخونجاتی که اینا رو تولید کردن به سفارش نیروی دریایی تولید کردن، بعدها نیروی هوایی اون کشور و بازارهای صادراتی سفارش دادن، اونها هم به صورت دو کابین طراحی شده. دلیلش هم گفتیم هوانوردی رزمی در دریا بسیار سخته چون آسمان، زمین، افق همه آبیه و یک خلبان بخواد هم رزم بکنه هم حواسش به این مسائل باشه خیلی سخته. برای همین کنترلچی اسلحه دارن عقب میشینه و خلبان جلو میشینه. خب فرماندهی هم با خلبان هم. این فرتور رو اگر بزرگ بکنید یا اون تصویری که نماد من هستش رو حذف بکنید ببینید سمت راست ماکت ایران 140 هست که گونه ترابری هواپیمای سفید و ملخ دارو میدید. سمت چپ بله سمت چپ هواپیمای در واقع سیمرغ هست. اگه یه خورده کوچیک‌تر بگن هر دوتا رو داشته باشن قشنگ متوجه تفاوت‌ها در طراحی بدنه بشن دوستان. ببینید شاید برای دوستان یه خورده مسخره‌بازی باشه چون شور وقتی خودروسازهای ما خودروساز که نیستن، در واقع صنعت خودرو که ما نداریم، کارخونه های خودرو داریم، صنعت دچار پویاییه و انقدر اومدن یه صندوق به 206 اضافه کردن و چه بدونم 4 تا چراغ عوض کردن دوستان ممکنه بگن خب این چه چیزی رو میرسونه. در حالی که تو صنعت هوانوردی
یک میلیمتر اگر یک جا رنگ نباشه، این توی شتاب های بالای ماه خودش رو نشون میده و صنعت بسیار پیچیده ای هست. و اینکه شما بخواید تغییراتی رو بدنه ای که به شما دادن اجرا بکنی با دانش بومی خوده بسیار پیچیدگی داره و پیش از اینکه در واقع پردازنده ها و رایانه های طراحی بخوان وارد کشور ما بشن، اساتید ریاضیات محض برای محاسبات آیرودینامیک در واقع سائقه که به جای تک سکان دو سکان داشتن و با اون زاویه کلی پرول جدید اختراع کردن که فقط اون زاویه سکان های سائقه رو به دست بیارن که با چه زاویه این دو تا سکان به بدن وصل بشه. خیلی پیچیدگی خاص خودش رو داره و چیز دست کمی نگیرید. در پشت که کاملا بدنه تغییراتی به وجود آورده، رمپ پروازی اضافه شده، در بالا بدنه عضلانی تر هست برخلاف اون نمونه مسافر بری. در جلو هم میبینید که توی کابین پرواز اینا و همچنین عرابه فرود تغییرات کاملا مشهود هست. جلوی هواپیما فرابری بسیار عضلانی تر هست، جلوی اون پرنده سفید ایران 140 مسافربری خب ظرافت های مسافربری رو داره، بار کمتری هم میکنه ولی این چون بار داره خب شرایطش یه خود فرم کنه. مسلما توی عرابه های فرود، عرابه های فرود قوی تر و هیدرولیک قوی تری رو برای هواپیما فرابری نصب داره، میشه میده که توی بال و بدنه توی این حوزه به بلوغ رسیدیم. و تأثیراتی که توی زیرسامانه های هیدرولیکی، الکترونیکی، ابیونیک پرواز و بخش های دیگه که هر کدومش یک دنیا دانش هست، این تغییرات اعمال شده و اینها جای بسیار افتخار داره. خب اونجا یک ماکت کوثر رو هم میبینید، در کنارش ماکت سفید هستش که اون جت آموزشی یاسین هست که در آینده قراره که در واقع مثل بسیاری از جدای آموزشی توامندی جنگنده آموزشی رو هم داشته باشه. ایشون اومدن گفته بودن که 8 فروند خط منتاج کوثر بود، اما محصولات رو رئیس جمهور وقت نداشتن محصولات رو به اینا نشون دادیم، چون صنایع هوایی خودش توی وزارت دفاع یک مجتمع بزرگی هست، یکی از زیر مجموعهاش یعنی سها، مخفف صنایع هوایی ایران که برای وزارت دفاع هست، یکی از زیر مجموعه هاش حسا هست که مخفف هواپیماسازی ایران هست. خب این هواپیماسازی ایران همه جور هواگردی رو هم از نظامی و غیر نظامی با سرنشین و بدون سرنشین، بال ثابت و بالگرد رو درست میکنه. مثلا ایشون میگه ما 5 تا بالگرد رو میسازیم که انواع اقسام شاهدها رو نام میبره و طوفان ها رو که میگه طوفان به 20 فروند رسیده. خب اگه مشکل پیشران حل بشه، پیشران توربوشافتی که در بالگرد ها باید استفاده بشه، تولید شتاب بیشتری میگیره. شاهد 248 و 268 اینا هستن که 248 برای هلال احمر، شرکت نفت و بسیاری از بخش ها قرار ساخته بشه که این مردک نادام میگه پرواز هم میکنه. خب مسخره ای، نه بالگرد ساختیم که پرواز نکنه بشینه یه گوشه. اینا تو رسانه ملی با اسفا داره، از دهان یک مجری نادان در شبکه من و تو این عربستان آشغال که میدونم بی بی سی فارسی در نمیاد، این مال صدا سیمای مثلا ملی ماست. در جای دیگری ایشون میگه خب اگه این توانمندی وجود داره، چرا اون جنگنده در تبریز سقوط میکنه، چرا نمیدونم این F-14 سقوط. من در مورد F-14 یه چیزی رو بگم، اینی که میگم یه بخشش آگاهیه یه بخشش تحلیله. این F-14ی که دوچار سانحه شد، اولا نخست F-14ی بوده که چند وقت پیش گفتن که بعد از بیش از 1 دهه بازآمد شد و پرواز کرد. معلوم بوده که این F-14 تبدیل به انبار قطعات واسه F-14ی دیگه شده بوده. حالا چه اتفاقی میفته که این F-14 پرواز میکنه؟ با توجه به اینکه گورستان F-14 ها رو اوباما دستور داده نگه قاچاق لوازم یدکی میشد، همه رو گرفتن اوراق کردن کاملا. یعنی از پیشران بگیرید تا بخشای دیگه این با تجهیزات بومی استفاده شده. حالا یه روند خیلی طولانی داره، ابتدا پیشران رو میان توی زمین کلی آزمایش ها روش انجام میدن، بعد میان یه پیشران ساخت آمریکا با یک پیشران ایرانی این هواپیما رو میپرونن،
بعد میان جای این پیشران‌ها رو عوض میکنن، دوباره میپرونن. چه اتفاقی؟ بعد میان این F-14 رو با پیشران تمام بومی به پرواز در میان و این F-14 هم کامل پرواز کرده بود. فردای روزی که رئیس جمهور میاد، خب این یه روندی داره ببینه این پیشران جواب میده یا نه، که دوچار سانحه میشه و دانشی که ما از این را به دست آوردیم ارزش این رو داره که حتی 10 فروند F-14 هم ما از دست بدیم. البته با توانمندی ها و ایمنی که F-14 داره، خلبانان ما دوچار مشکل نشدن و سالم هستن. وزیر دفاع نمایندش میپرسه به قیادت اینها، اینا همه نشون میده که یه پروژه خیلی بزرگی هست و ما به فناوری پیشران توربوفن داریم به دست پیدا میکنیم. پیشران توربوفن رو اگر ما به دست بیاریم، مینی توربوفنش رو به دست آوردیم، اونم با تیغه های تک بلور که فناوریش، حالا فرانسوی ها میگن که ما تو رافال هم این فناوری رو به دست آوردیم. بر روی به انگشتان یک دست نمیرسه کشورهایی که این توانمندی رو داشته باشن. شما فکر کنید ما به پیشران توربوفن برسیم، از روش توربوشفت هم بسازیم، ما دیگه عملا جزو کشورهای صاحب فناوری صنعت هوانوردی میشه و خب روی هواپیماهای مسافربری دیگه میتونیم پیشران ها رو بزنیم، روی جنگنده های نسل های مدرنمون میتونیم، چون از نسل 4 به بعد پیشران های هواپیماهای رزمی همه توربوفن هست. با توجه به این مسائل و این پازل ها رو کنار هم میذاریم، ببینیم اساسا ما یک گام بزرگی رو در خودکفایی داشتیم برمی‌داشتیم و با توجه به اینکه از تجربه دیگران استفاده کنیم، تقریبا میتونیم بگیم که بهایی نپرداختیم. شما احساس می‌کنید کشور ایالات متحده صاحب فناوری، البته خب تو جنگ هم هست، چقدر همین امسال تلفات داشته. بیخ گوشمون هند، یک نیروی هوایی بسیار ثروتمند، طول عمر هواپیماش هم بسیار پایین، جنگی هم نداشته. شما ببینید چقدر میزان سقوط توش بالاست. توی کره جنوبی تو همین چند ماه اخیر یک جنگنده از دست رفته. توی تایوان که جنگنده هاشون همه عمر مفید کمی دارن، جنگ هم ندیدن، F-16 هاشون تازه از بازآمد کامل یا تام اوورهال شرکت های آمریکایی اومدن بیرون، یک سقوط رو داشتن. البته تا دیگه یک جنگنده دیگه شون هم سقوط کرد، نمیدونم F-16 بوده یا نه، یک جنگنده دیگه الان حضور زن نداره اینجا. خب ببینید پس یعنی کل دنیا این اتفاق میفته و وقتی که تیمتا خواجه فرد میگن که خب 40 سال ما تو جنگ بعد از انقلاب خودمون داریم این سرویسی رو اینجا در طول شرکت دیگه باید بس ما انجام میدادن، باید خودشون میامدن بهتر در اختیار ما قرار میدادن، هیچ کدوم اینا رو انجام ندادن، ما خودمون داریم انجام میدیم. هرچی انجام جلوتر رفتیم قطعات بومی رو استفاده کردیم، این توانمندی ماست و 40 سال این خدمات آدم نبینه، حالا یه سقوط رو ببینه که ایشون مسئله میکنن، میگن مثل پیکان 48 دیگه دارن. آخه اول F-14 که 48 نیومده، F-4 48 اومده و F-14 سال 55 وارد کشور ما شده. و اینکه پیکان رو بخواید شما مقایسه بکنید با F-14 خیلی مسخره هست، نشون میده که چون علاقه وافری دارن که نقش میمون رو به جای مجری بازی کنن. بخواید اینجا دقیق بشین زوم بکنید، میبینید که یک جیپ KM که روش در واقع موشک انداز تاو هست داره از عقب، بله اینجا تصویر خیلی واضح تر هست، یک جیپ KM که یک موشک انداز تاو روشه و دو تا تیوب موشک تاو هم کنارشه، داره قشنگ وارد این هواپیمای در واقع ترابری سیمرغ میشه. این مسائلی بود که بخواستم توضیح بدم. دوست دیگری هم پرسیده بود که آیا کوثر به F-20 میرسه. من بارها تو برنامه توضیح دادم که به غیر پیشران و حالا یه جورایی میشه گفت بدنه، چون بدنه نسبت به F-5 چه خود بزرگتر شده، بالها کشیده‌تر شده، این از تیچه های تقویت میشه فهمید، ولی به غیر حوزه پیشران که پیشران توربوجت در واقع اوج 85 است که از G85 جنرال الکتریک گرفته شده و تو F-20 پیشران توربوفنی که روی F-16 هست رو نصب کرده بودن،
تو بقیه حوزه ها و زیر سیستم ها این کاملا تغییر پیدا کرده و الکترونیک پروازیش یا اویونیک پروازیش حتی از F-20 تایگر شارک هم پیشرفته تره، رادار همچنین، بخش دیگه همچنین. و آقای تیمسا خارجه فرد توضیحات قشنگی دادن، میگوتن خب بعضی میگن که این بدنه همون بدنه F-5ه، ولی خب میگه هواپیما وقتی که 30,000 پایی هستش تبدیل به یک نقطه میشه، اصلا دیدنی نیست، برای شما چه فرقی میکنه این چه شکلی داشته باشه؟ و برخی میگن پس آینده چیه؟ خب یک زمانی ما جنگندهامون بود از روی هدف رد میشدن و بمب رو روی هدف مینداختن، ولی امروز از 100 کیلومتری این موشک رو، این بمب رو، هدایت دقیقی رو که هواسور یا گلاید هست رو رها میکنن. و توی سایقه مثلا ما رسیده بودیم به 4 تا نوع بمب و موشکی که باید چلیک میشده، در کوثر به این به بیش از 10 تا رسیده، که موضوع برنامه ما هم این حوزه هستش که توضیح دادن که این خودش چیز پیشرفته و در واقع داره نشون میده که هواپیما توانمندی های هواپیماهای امروز روز دنیا و آینده رو داره. خب این چیزایی بود که جالب بود برای من، خواستم شما باش آشنا بشین. اگه شماره 5 رو بذارین، ما وقتی یه محصولی رو میگم، اگر صنایع دفاعی رو تو بخش دو بخش کلان بخوایم تقسیم بکنیم، سلاح هست و مهمات. خب ما وقتی یک سلاح رو میسازیم در اینجا جنگنده کوثر هست، باید دست به اقدام بزنیم برای مسلح سازی اون جنگنده. خب اگه به یاد داشته باشید، موشک خب هوا به هوای فاتر از روی سایدواندر ساخته شد، نسل دومش هوا به زمین پادزره بود و امروز هوا به هوای در واقع ضد هواگرد به عنوان موشک پدافندی، ارتفاع برد کوتاه و گرمایاب ساخته شده که حتی از روی پهباد کرار هم شلیک شده و این خودش که دستاورده یه به این میگن دامت درون میدان دید و فامت فراتر از میدان دید. ما موشک فکتور 90 رو که ساخته بودیم، در واقع برگرفته از فونیکس بود، چون ما موشک سایت وانگر رو داشتیم آیم 9 و اسپارو رو داشتیم آیم 7 و فونیکس رو داشتیم، ما آیم 120 امرام رو نداشتیم، از داشته هامون اومدیم استفاده کردیم. و اون موقعی که خط تولید فکور 90 در دولت پیشین افتتاح شد، گفته شده بود که تلاش این میشه از لحاظ اویونیک پروازی جنگنده هایی که تولید میشن و جنگنده هایی که ارتقا داده میشن یا جنگنده هایی که قراره که بعد پس از اون ساخته بشن یا وارد بشن یا حالا تولید مشترک بشن مثل پروژه سوخوزیسی، از لحاظ الکترونیک پروازی ارتقاءاتی به اینا داده بشه، سامانه های بومی در اختیار قرار بشه داده بشه که اینا بتونن فکور 90 رو هم به عنوان در واقع موشک برده بلند هوا و هوا شلیک بکنن. خب تو توضیحات امیر خواجه فردم به طور غیر مستقیم به این موضوع اشاره شده بود، این نشون میده که رادار RFID جدیدی که توی هواپیمای کوثر نصب شده توانمندی هاش حداقل تا حدودی توانمندی های آگناین F14 رو داره که بتونه فکور 90 رو شلیک بکنه. حالا البته این چیزی که زیر بدنه کوثر هست باک سوخت اضافه هست که بردش رو زیاد بکنه. توانمندی سوختگیری هوایی هم داره که خود این باز برد چه راهکنشی چه راه بردی رو برای این جنگنده زیاد میکنه. ما برای اهدافی که قبلا باید 10 فروند میفرستیم از این کلاس رو، از این کلاس بدنه رو، الان با 1 فروند و بمب‌های هدایت دقیق دوریستایی که داره میتونیم استفاده بکنیم. کار دیگه ای که شده، ما موشک های هوا به زمین در واقع دوریستا رو
معروف هم به به موشک های کم قطر یا در واقع موشک هایی که معروف هستن اصطلاح حالا خارجی که برای این جنگنده ها به کار، این بمب های دوریستا به کار برده میشه SDV هست، یعنی بمب های کم قطر. خب شما اگر بخوایم یک نگاهی به این قضیه داشته باشیم، باید یه نگاهی به طول و این روندی که مسیری که در این درازا ما طی کردیم یه نگاهی بندازیم. اگر بعدی رو نشون بدید، ما پیش از اینکه بخوایم این جنگنده هامون رو مسلح کنیم، چون توانایی خوب بدون سرنشینی رو در واقع قدرت هوایی خودمون به صورت بدون سرنشین طراحی کرده بودیم، باید یه نگاهی بکنیم ببینیم اینها رو ما چجوری مسلح کردیم. اگر این فرتون رو نگاه بکنید که در شهر پهبادی در واقع ارتش هست، در سمت راست بمب بالابان رو میبینید که برای پهبادها طراحی شده و این بالهاش جمع شده هست و در واقع این وقتی که رها میشه میچرخه، بالاش رو باز میکنه و به سمت هدف میره. این البته بردش بلوش 20 تا 25 کیلومتر، البته هدایت ترکیبی انگلیسی‌ای و ماهواره‌ای داره، مجهز به بالکه. البته این بالکاش فعلا رو به در اونجایی که دارید میبینید، اون بالکاش رنگ سبز رو داره، بالکا رو به بالا هست. منظورتون اینجاست دیگه، درسته؟ بله بله. بعد این تجربه خوبی بود برای ما تو حوزه‌ای که برای پهپادامون بالابان رو طراحی کرده بودیم و خب موشک های کروز دیگه هم میبینید که بسیار برد بلند و اینا برای اینا طراحی شده بود. اما این بمب ها که هدایت دقیق هستن و بمب های کم قطر موضوع برنامه ما هستش، خب برای پهپادا ما بالابان رو طراحی کردیم. نه اینکه بالابان نمیتونه توی هواپیمای سرنشیندار نصب بشه، چون سبک هستش، حجم کوچیکی داره، ویژه این در واقع پهپادامون طراحی شده، پهپادهای میان وزن و سنگین وزن. مسئله دیگه ای که وجود داره، ما پیش از این برای پرنده های باسرنشینمون بمب یاسین رو طراحی کردیم. اگر فرتور بعدی رو نشون بدین میبینید که بمب یاسین هست، داره از هواپیمای سوخو 22 هوافضای سپاه رهاسازی شده، داره بالاش رو باز میکنه بر اساس، حالا هم میتونه در نوآوری بشه، هم میتونه در کنار اینرسی و هوشی که درش به کار رفته هدفایی که میبینه رو با اون چیزی که در هوشش هست تطبیق بده و خودش رو به شبیه ترین هدفی که دید بزنه. در واقع کارشون اینه. اگه پرتور بعدی رو نشون بدید، میبینید توی هواپیمای F7 نهاجا هم این بمب یاسین استفاده شده. خب یه ناوگان بزرگ از این F7 ها رو ما در نیروی هواییمون داریم. باز هم این F7 که میبینید جنگنده آموزشی هست، در واقع استاد خلبان داره به خلبان نوآموز پرواز رزمی رو آموزش میده. میبینید که زیرش بمب یاسین هست که حالا در کنار اینکه بمب بالابان رو گفتیم که 25 کیلومتر برد داره، بمب های سری یاسین بردی تو حدود 60 کیلومتر داشتن در ابتدا و با ارتقایی که در محصولات بعدی یا محصولات کنونی رو ارتقا دادیم به این استاندارد و محصولات جدیدی که می ساختیم، یه پیشرانای راکتی رو به این بمب ها وصل کردیم و برد اینا رو به 100 کیلومتر رسوندیم که اعلام شده. ممکنه پروژه‌ای هم باشه که برد اینا حتی 100 کیلومتر هم فراتر رفته باشه و خب این یک دست بلندی رو به جنگنده‌های ما میده. اگه بعدی رو نشون بدید،
هواپیمای فانتوم F4 نهاجا هستش که از بافی سوختش هم کاملا مشخص هستش که بمب یاسین داره روش نصب میشه و میبینید که بال دوباره بالا قرار داره، کاملا جمع شده. تجربیات خوبی توی این حوزه در نیروی هوایی و صنایع دفاعی که هواگردهای بی سرنشین و با سرنشین رو چه در سپاه چه در ارتش قرار بوده که مسلح بکنن انجام شده و در واقع آزموده شدن، توانمند شدن صنایع دفاعی که مهمات برای هواگردهای با سرنشین و بدون سرنشین ما تولید میکنن برای ساخت بمب‌های دوریستا و دقیق. توی این سری که آقای رئیسی سفر کرده بودن به تأسیسات صنایع هوایی ایران سها و به ویژه حسا، تو خط تولید کوسر اگه فرطور بعدی رو نشون بدین، یک بمب کوچیک هدایت شونده نصب شده زیر بال کوسر دیده شد که در واقع تا الان اسمی براش مشخص نشده، ولی نشون میده که از فناوری همین بمب های کم قطر داره استفاده میشه. اون چیزی که تو بخش ابتدایی گفتم پیشینه این ماجرا بود که ببینیم که این اساسا از کجا میاد و این استیوی که تازه نصب شده زیر جنگنده کوثر دیدیم که برای بازی رئیس جمهور اینو اومدن، البته خب خرجاشو گرفتن برای اینکه نمایش داده بشه این چه توانمندی هایی داره، رو نمایی شده بود. ببینیم که این پیشینه ای ساخته در واقع بمب های دوریستای هدایت دقیق چجوریه. همونجوری که میدونید بمب های استی برخلاف بمب بالا بانو یاستین، اینها جوری تو آویزگاه نصب میشن، چون بمب های کم قطر همشون تو دنیا همینجوری هست، بال ها زیر قرار میگیره، این وقتی که رها میشه یه غلطی میزنه، بال ها بالا قرار میگیره، بال ها رو باز میکنه و به سمت هدف ادامه مسیر. این نشون میده که نسل جدیدی از بمب‌های هدایت ماهواره‌ای ایرانی هست و واژه STB هم مخفف در واقع بمب‌های کم قطر هستش. خب نشون میده که ما در واقع محصول رو داریم میسازیم به شدت به فکر مسلح کردنش با انواع اقسام گونه های تسلیحات هستیم تا مسلح سازی اسلحه هایی که داریم به در واقع زاغه مهمات قوای خودمون اضافه میکنیم در واقع به فکر این مسئله هم باشیم. پیش از این همین بمب البته به صورت واژگون و بال باز شده در کنار پهپاد کمان 12 نهاجا و تو نمایشگاه های دیگه در کنار پهپاد کرار مشاهده شده بوده، حتی یه جا به صورت نصب شده زیر پهپاد کرار، ببینید که پایین سمت چپ این زیر پهپاد کرار هستش این بمب، که هنوز اسمش هم مشخص نیست و میبینید که بالش هم زیر بدن است. این پس از رهاسازی قلب میزنه، بال بالا قرار میگیره و باز میکنه و به سمت در واقع هدف تعیین شده هجوم میبره. آیا این فقط کار ما هستش یا ما مثلا به این سمت رفتیم یه چیز مندرآوردی هستش؟ نه، این یک در واقع تجربه موفقی هستش که در دنیا انجام میدن، به ویژه ایالات متحده که به سمت بمب‌های دقیق و در واقع موشک‌های هوا به زمین برد بلند حرکت کرد. این اتفاق افتاد و بمب‌های کم قطر رو برای اینکه به صورت دوریستا و دقیق در حجم بالا بتونن مهمات رو هم بکنن، خب اگه موشک هوا به زمین بشه چون پیشران راکتی داره اندازه‌های بزرگتری رو دارن، اومده استفاده کرده. اینجا به نظر میرسه که جنگنده F-15 ایگل آمریکایی باشه و زیرش این بمب‌های کم قطر رو می‌بینیم، یا حالا تا
تورنادوهای اتحادیه اروپا باشه که این بمب‌های کم قطر رو در زیرش می‌بینیم. همونطور که می‌بینید اینجا هم این بمب‌های در واقع کم قطر اما هدایت دقیق یا به عبارتی STV بالچه ها زیر بدنه هستن، پس از رهاسازی قلب میزنه و دقیق به سمت هدف میره به صورت دوریستا بدون اینکه هواپیما و خلبان در تیررس در واقع پدافند دشمن قرار بگیره. اینا به راحتی میتونن هدف ها رو مورد اصابت قرار بدن. با توجه به اینکه بسیاری از سامانه های پدافندی کشورهای دشمن ما و در واقع توی دنیا غالب رنج درگیریشون 100 کیلومتر هست، خود این قضیه نشون میده که جنگنده های ما که دارن به این بمب ها مسلح میشن، بمب های کم قطر دقیق زن و دور زن، خیلی در امنیت کامل هستن و در آینده این احتمال وجود داره که ارتقای برد هم داده بشه، چون متصور است دیگه بالاخره پدافند دشمن در این برد محدود نمیمونه، ممکنه که برد درگیری موشک‌های دشمن بیش از 100 کیلومتر بشه. باید ما هم برای اون شرایط ارتقای برد بدیم این بمب‌های کم قطر دوریستا رو، و یه چنین چیزی هم متصور هست. باها این ارتقا اتفاق افتاده و اتفاق خوبی بود که اخباری از جنگنده کوثر تولیدش و مسلح سازیش اومد. در آینده شما حد بزنید با این بلوغی که در واقع صنعت موشکی ما، صنایع مهمات سازی ما بهش رسیدن تو حوزه بمب‌های ضد رادار. خب می‌دونید الان ما بمب ها و موشک های ضد رادری که داریم بیشتر تو حوزه بالستیک هست و برای این حوزه حتی پیش از این یه سری بمب هایی مثل بینا و ستار و اینا طراحی شده بودن، ولی خب باید طیف گسترده از این مهمات رو برای وظیفه های مشخص و گوناگونی رو برای پرنده هایی که امروز داریم تولید بکنیم در آینده وارد بکنیم یا تولید مشترک خواهیم داشت یا نسل های بعدی جنگنده ها رو میسازیم، از امروز باید به فکر مسلح کردن هم اینها هم پرنده های بدون سرنشین اون یا پهپادها باشیم. من در خدمت شما هستم. بسیار بسیار سپاسمندیم. امیدوارم خسته کننده نبوده باشه. در پایان هم یک پیوندی رو من برای شما فرستادم که قابلیت آفند این بمب‌های کم قطر دوریستا رو به شما نشون میده که به صورت آفند برتر هم به تأسیسات و داشته‌های دشمن اهم از خودروهای زرهی، سنگرها، بونکرها و شیلتر جنگنده‌ها حمله می‌کنن. دیگه با این موجی کاری نداشتین دیگه، درسته؟ ما این موجی بزنیم کنار دیگه. بله. بی ادبیش هم نپردازیم بیشتر از این. خب این نشون میده که واقعا صدا سیمای ما واقعا دست کیاست. زمانی که میگیم آقا این مسائل و صدا سیمای ما موازی کاری میکنه با دشمنان ایران و واقعا شرماوره، واقعا شرماوره، جایی که باید اقتدار ایران رو نشون بدن، جایی که باید پشتیبانی کنن، مکانی باشه که به جای این دوه ها بیان واقعا اقتدار ایران رو نشون بدن و چیزایی نشون بدن که امیدواری برای مردم بیاره. میان خونساسازی میکنن، یعنی حتی جایی که واقعا مجبور میشن بخوان بیان این اقتدار ایران نشون بدن، با این ملیجک بازی ها و این تلخک بازی ها کام مردم ایران رو تلخ میکنن. شرماوره شرماوره شرماوره. امیدواریم که دیگه از این چیزها نبینیم. و باید جایگاه تو به عنوان یک مجری وزین توی برنامه وزین این نیست، خودت خیلی علاقه داری، بلند شو برو برنامه طنز، برو جوکر نمیدونم، برو خنداننده شو بازی کن، برو دوه دوه تو بخون. شگفت انگیزه این برنامه. درباره سایت موشکی بالستیک هست که مورد اصابت قرار میده، انواع اقسام اهداف هست. اینجا با
واحدهای توپخانه رو به صورت تاپ اتک مورد اصابت قرار میده و میدونید که وقتی انفجار بالای سطح زمین بشه بیشترین آسیب میرسونه. اینجا از تاسیسات مسلح عبور میکنه، تاسیسات ضد هوایی رو، البته شبیه سازمون رو مورد اصابت قرار میده. اینجا تو آزمایش ها داره میزان انفجارش نشون میده، عبور از در واقع سیستم های بوتون مسلح عبور میکنه و فیوز انفجاری اونجا عمل میکنه. ببینید بالای یک راکت انداز گرات منفجر میشه. اینجا خیلی جالب هست، از شیلتر بوتونی عبور میکنه، با بوتون مسلح ساخته شده و درون اون منفجر میشه. اینجا ضربه اصابت مستقیم داشته، بالای هدف منفجر نشده. شما میزان خسارت رو میبینید. اینجا کنار یک خودروی شنیدار که روش رادار، نصب رادار راهکنشی هست، اینجا باز یک سامانه ولی بالاتر منفجر میشه. اینجا یک شناور رو مورد هدف قرار داد. چندین جهت نشون میده این هواپیما که در راحت از بوتون مسلح عبور کرد و داخل اون شیلتر بوتونی انفجار رو به وجود آورد. اینجا دوباره هم اینه که ما هزینه می کنیم به زیر زمین میریم، بعضی ها فکر میکنن که پول اضافه داریم. شما ببینید بمب سنگر شکن هم هست. خب دست ما رو برای این گونه از بمب ها هم خیلی باز میکنه. از لحاظ طراحی از جنگ جهانی دوم اینجوری وجود داد که مثل یک دارت بیاد پایین، میتونه بمب سنگر شکن باشه و ما در واقع میتونیم یک چنین وظایفی رو هم برخی از اینها رو اینجوری طراحی بکنیم که سنگر شکن هم باشن. میخوام یه بار دیگه تصاویر خیلی آموزنده و برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره میفته توی مسلح سازی جنگنده هامون خیلی خوب است دوباره نشون بدیم. صورت آهسته نشونش میدم. این رو هم به صورت تاپ اتک هست، هم به صورت کم قطر هست. اسمال دیامتر بمب شما گفتین. بله یه انواع اقسام به قول معروف کاربورت ها رو داره برای زدن. البته این آزمایش هایی که نیروهای غربی هستن دیگه، ایران نیست. برای زدن واحد های چه توپخانه، چه راکت های توپخانه ای، چه سامانه های پدافندی، چه تأسیسات، سنگرها، بونکرها و شیلترهای بوتونی که جنگنده ها رو اونجا قرار میدن. اینجا میبینید که کلاهکش چقدر قابلیت ترکش شوندگی رو داره. انواع اقسام فیوزهای تأخیری و فیوزهای دو مرحله‌ای رو داره. میتونه کلاهک گرمافشاری یا ترموباریک هم روش نصب بشه. حالا شما فکرش بکنید، ما برخی از موشک هامون ابتدا با موشک های زلزال آغاز شد، ولی خب برخی از موشک های دیگه‌مون به مانند قیام با 800 کیلومتر برد و اینها کلاهک بارانی دارن برای زدن پایگاه های آمریکا در منطقه، یا پدر اون باند فرود رو در میاره که هواپیمایی نتونه نشسته برخواست کنه، یا چون بسیاری از اینا هواپیمای سوخت‌رسان، هواپیمای بمب‌افکن و اینا اندازشون اینقدر بزرگ شیلتر ندارن، خیلی راحت با کلاهک بارانی یا در واقع ترکش شونده که بمبچه ها یا بمبلت هایی رو میریزه میتونه چه خسارت بسیار بالایی رو بیاره. واقعا از بوتون به این راحتی رد شد. البته کلاهک مخصوص و ویژه‌ای داره، ریاضی حرکتش هم جوری که کاملا عمود بیاد و بوتون مسلح رو بله به این راحتی رد میکنه. اینها البته پیشرفت‌هایی حاصل شده. یه چیزی هم بگم، میگن ما جنگنده مناسبش رو نداریم. ما سلاح مناسبش رو داشتیم برای زدن نیروگاه اوسیراق عراق، ولی مهمات مناسب اون سلاح رو نداشتیم. خلبانای رشید و شجاع ما که یادشون همیشه گرامی باشه، روانشون مینوی باشه، این شجاعت رو داشتن رفتن اونجا و ولی چون مهمات مناسب رو نداشتن موفق نبودن.
اما اسرائیلیا با جنگنده های F-16 که پولش رو در واقع ما داده بودیم و انقلاب شده بود به اسرائیلیا تحویل داده بودن، با مهمات مناسب، بمب‌های سنگرشکن و بتون‌شکنی که تحویل گرفته بودن از آمریکایی‌ها، رفتن این کار نیمه تمام ما رو در واقع به اتمام رسوندن. بعد اینها به عنوان همون ترموباریک که نیستن دیگه، این مسئله ترموباریک نه، بعدشون هستن اونایی که در واقع توی محیطی عبور میکنه، فیوز دوم منفجر میشه، میتونه گرمافشاری باشه. ببینید اینجا یعنی در واقع شبیه سازی میکنه، البته این نبود، یکی دیگه بود که منفجر میشه، انفجار چیزی نداره، گاز پخش میشه و با انفجار دوم منفجر میشه. اوپ میگمانم به پایان این بخش برنامه خودمون رسیدیم. بسیار بسیار زیبا، بسیار بسیار از شما کدبان آذرمهر سپاسگزاریم که واقعا زمان میگذارید و همه این مطالب رو جمع‌آوری و گردآوری میکنید و به گوش ما بینندگان و شنوندگان خودتون میرسونید. بسیار بسیار زیبا. اگر در پایان جمع‌بندی دارید و سخنی دارید در خدمتون هستیم، اگر نه که از دوستان ما خداحافظی کنیم و همه دوستان رو به خدای بزرگ بسپاریم. بفرمایید. در پایان فقط میخوام یادآوری کنم که برخی ها شما هر کاری بکنید دنبال قرقر کردن هستن و نخست برای اینکه خودتون رو بخواید ایمن بکنید باید به سلاح دانش مجهز باشین، و دوم اگر میدونید خب مثل یک انسان درست، عوامانه بخوام بگم مثل بچه آدمیزاد، پرسش میکنه و دنبال حقیقت و پاسخ درست هست، خب راهنماییش کنین، حقایق رو بازگو کنین. ولی نه، اگر میبینید که دنبال غرغر کردن صرف هست و پیش از نقد هست، ایشون رو در جهل خودشون رها بکنید. ولی بدونید که کشور ما داره گام های درستی رو برمیداره، در مسیر درستی اقدام میکنه. ممکنه که ایرادهایی وجود داشته باشه، مثلا الان میبینید وزارت سمت داره دوباره جدا میشه، اون اشتباهی که زمان روحانی مواصل بکنن مجلس مانع شد که دوباره وزارت بازرگانی تشکیل بشه، از صنعت و معدن جدا بشه. و خب میدونید تجربه تلخی وجود داشته و وزارت بازرگانی بیشتر از اینکه شرایط رو مهیا بکنه برای صادرات، تبدیل شده بود به یک بنگاه واردات. خب این با جدا شدن و یا در واقع یک کاسه شدن با صنعت و معدن چاره کار نیست. باید قرارگاه اقتصادی اقتصاد مقاومتی نظارت داشته باشه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، شرایط رو به گونه‌ای مهیا بکنن که جنس‌هایی که مشابه هستن وارد نشن، جنس‌ها و صنایعی که در داخل تولید میشن فقط برای داخل نباشن، با نگاه صادرات محور باشن، از همون ابتدا کیفیتشون رو برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای و سپس جهانی آماده بکنن. برای حل این هست. در هر صورت ایرادهای این وسط وجود داره، ولی با هوشیاری ما، با مطالبه گری ما، این مسیر میتونه اگر ضعفی درش هست اصلاح بشه، به مسیر درست بازگرده و چارش همه چیز هست الا براندازی و شورش و آشوب و همکاری با بیگانه‌ای که دلش برای ما نمی‌سوزه و دیدید که تخمیر کردن ما رو و آلترناتیو و جایگزین حکومت جایگزین ما رو از خائن‌ترین گروه‌ها که مجاهدین ضد خلق هستن برگزیدن. این دیگه اگر خردی باشه، اگر ذره‌ای نمیگم حتی میهن پرستی، انسانیت در وجود آدم باشه، به گمانم حجت دیگه تمام میکنه. حواستون باشه ما تو شرایط ویژه‌ای هستیم و امروز میبینیم غرب تو تنگناهای بسیار زیادیه، لح لح میزنن، دوباره
عمله های داخلیشون زمانی که برجام داشت میشد، ما میدیدیم رسانه های خارجی بیشتر فشار میارن. الان افرادی از داخل با رسانه هایی که دارن میان بازی نخنمایی رو به وجود میارن که آقا اگه امروز ما غرب رو نجات ندیم از مشکل انرژی و نفت، روزانه 1 میلیون بشکه درآمد رو ما داریم از دست میدیم. همه هم یه جور حرف میزنن و حواستون باشه، غرب باید نقره داغ بشه تا دفعه بعد اگر یک دومشون عقل هم نداشت خواست ما رو تحریم بکنه، بقیه خودشون رو لوس نکنن، جلو جلو بیان کشتی ما رو توقیف بکنن، بشینن اونو سر عقل بیانن آمریکا جان این کارو میکنی تهش اینه، قشنگ باید دو تا چهار تا بکنن. این یه مسئله. مسئله دوم، اینها اگه یادتون داشته باشین میگفتن که خیلی از بزرگاشون میگفتن که هر روز تغییر در اجرای برجام میلیون ها دلار سالانه، میلیارد ها دلار خسارت محض. خب الان چند سالی میشه که ایالات متحده از برجام رفته بیرون، به احتساب خود این آقایون باید ظرف این 3-4 سال میلیارد ها دلار اول خسارت ایران رو جبران بکنه، حالا بعد ما بشینیم بگیم که تا آمریکا بیاید یا نیاید. اول اون بدهیتون رو ثابت بکنید، برادریتون رو ثابت بکنید، بعد بشینید واسه مردم ایران نسخه بپیچید که ما روزانه 1 میلیون بشکه نفت ضرر خواهیم کرد. اینا اصلا چنین چیزی وجود نداره. ایران مسیرهاش رو پیدا کرده، بازارهاش رو هم داره. غرب باید نقره داغ بشه تا بفهمه یه من ماست که چقدر کره داره و اینجوری نباشه که همیشه اونا ما رو تحریم میکنن. دیدم ایالات متحده روسیه رو متهم میکنه به اینکه از انرژی به عنوان یک سلاح داره استفاده میکنه. بیاد در تاریخ که خود ایالات متحده زمانی که صادر کننده انرژی و نفت بود در جنگ جهانی دوم، از انرژی و نفت به عنوان سلاح علیه آلمان نازی و ژاپن استفاده کرد. چجوریه که این کار وقتی که ما انجام میدیم غیر اخلاقیه ولی ایالات متحده انجام میده کاملا اخلاقیه؟ هوشیار باشید، گول این بازی ها رو نخورید. مردان تصمیم ما مردان تصمیم در دولت، در مردان تصمیم آقای روحانی نیستن که اسیر خشم و غمزه کت خدا باشه. مسیر خودمون رو میریم، اما نذارید این خودفروختگان به ظاهر ایرانی کاری بکنن که در واقع چی میگن، فشار از پایین چانه زنی در بالا بشه. بی توجه به این فشارا باشین، دولت مردای ما باید بی توجه به این مسائل باشن و دوره کت خدایی ایالات متحده به یاری خداوند گذشته و ما زمستان و پاییز سختی رو برای غرب، غرب صنعتی، البته غرب سیاسی رو میگن نه غرب جغرافی، یعنی ژاپن و کره جنوبی و هر کی که دومشو گره زده به دوم ایالات متحده، زمستان و پاییز سختی رو خواهد داشت تا اینها باشن که فیلشون هوای هندسون نکنه و کشورهای در واقع مستقل رو تحریم نکنه. بسیار بسیار زیبا گفتید. خب دوستان گرامی، کسایی که فراموش کردند سند زرین خودشون رو بزنن ما رو افتخار بدن و همینطور کانال ما رو دنبال کنند، هم یادآوری کنیم بهشون که دوستانی که لایک نزدن و سند نزدن و دنبال نکردن ما رو دنبال کنید. بسیار بسیار خوشحال میشیم که نقد ها و سخن هایی که دارید درباره برنامه برای ما بنویسید، بیگمان دیده میشه، یکی یکی این نظرها برای ما مفید خواهد بود. برای اون کسانی که غر میزنند و توهین میکنند، بینندگان ما برای ما واقعا بسیار بسیار ارزشمند هستند و ازشون بهره میبریم. بسیار بسیار از همه دوستان سپاسگزاریم، امیدواریم که روزگار خوبی داشته باشید و شاد زید، دیر زید، مهرفزون. گوشتون رو برای سیاه نمایی ها و همینطور ناله های بی خود غرب گداها و غرب خداها اذیت نکنید، یک دکمه بزنید بلاک و تلاش بکنید که پاسخگو باشید. اول هیچگاه نگذارید کسی برای شما سیاه نمایی بکنه. من بارها و بارها دیدم کسانی که میان در استوری های خودشون، در استوری اینستاگرام، واتساپ، این چیزها رو گسترش میدن، موقعی که باهاشون
از در پرسش و پاسخ گیری، میگیم که آقا پاسخ بده که چرا این کارو کردی، فورا این جبهه مظلوم نمایی این